بسم الله الرحمن الرحیم. خواهرها و برادرای بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از همه چیز تشریف آوری شما را خوش آمدید میگیم و این مجلس توزیع مواد غذایی بر شما. خداوند شما را خیر بده و در آغاز میخواهیم که جناب حاجی قاریس احمد سیار جمولی ختم نامه قرآن عظیم شان را با شما تلاوت بکنند. ختم نامه را خواندند، باز در مورد همین پروگرام با شما با صحبت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اکبر الله اکبر. لا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر. لا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا استجب دعاءنا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين يا رب العالمين وإلهكم إله واحد لا الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت دعمك نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إلهي واعف عنا يا عفو واغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ای که ایسان بر فقیران میکنی، آخرت را سبز و بستان میکنی، دستیاری بر یتیمان میدی، التفاتی بر غریبان میکنی، دست گیر تا دستی تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، دست گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، هر کجا داده شنیدی دادرس، بر ار فریادی فریاد رس، شیوه مردانگی کن اختیار، دست پیشی کن بر امداد رس، دست گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، دست گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، حق چو بیند کمک و امداد تو، میرسد در جا به هر فریاد تو، نبرارت اردمی آجات تو، میدهد پاداش بر اولاد تو، دست گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، دست گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، دست گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، یاد کن از آن که برباد استمیش، غرق ناداری و فریاد استمیش، ای که دایم شادمانی با عیال، یاد کن از آن که ناشاد استمیش، دست گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر اجاز کردن، وای شب جمعه ها نخفتن، به خدا راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، ز مدینه تا مکه سر و پا نرفتن، آی دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، به خدا که هیچ یک را ثمران قدر نبخشد، که بر روی بی نوایی در بسته باز کردن، با آن بی پناهی که در بی کسی، به نالت که یک دم به دادش رسی، به صدق جوانان پرهیزگار، که گیرین زبیم تو در شام تار، غرض که طول سخن دوستان چی کار آید، دعا کنید که نخلی دعا به بار آید، یارب زدر دیده برنم نرویم، شاد آمده ایم با دل پرغم نرویم، که درگه تو درگه نومیدی نیست، نومید نرفته کس و ما هم نرویم، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گناه ما همه را شرمسار مکن، ما را شرمساری به پیشی تو بس، دیگر شرمسار ما مکن نزدیک است، به آی بیو و عشقی یتیمان، به آم و ناله یردم شهیدان، به آن بی پناهی که در بی کسی، به نالت که یک دم به دادش رسی، آی 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 آ
به طفل یتیمی که ناخورده شیر، به حق کسانی که در غم اسیر، با آن قلبی که بریانی تو باشد، با آن چشمی که گریانی تو باشد، با آن مادری پیر و بج دردناک که دارد جوانی در آغوش خاک. ببخشا ما همه را دولت بندگی که فردا نگیریم ز شرمندگی. الهی تو آن کنگی انجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. نه آن کنگی فردا به میدان عشر، تو رنجیده باشی و ما شرم و سایر. یارم تو چنان کن که پریشان نشویم، محتاج به بیگانه و خیشان نشویم. از درگاه پاک خود ما عمل روزی دی، تا از در تو بر در ایشان نشویم. از آران درود و از آران سلام، زما بر جناب محمد علیه الصلاه و السلام. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وزين أخلاقنا بأحكام القرآن، وأدخلنا في الجنة ببركة القرآن، ونجنا من النار بشفاعة القرآن. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحي للإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. پروردگار بینیاز، ختم قرآن عظیم الشان، تلاوت قرآن عظیم الشان، قرائت حمد و نعتی که ما کردیم، عزیزای ما سمع کردن و اشک ریختن، پروردگار بینیاز ای تحایف که تهیه شدن، اما و همه را قبول و منظور درگاه بینیازی خودت بگردان. صحابت یاسل میشه به بارگاه بینیازی خودت، بعدن بروی پرفتوی جهان آرای سردار دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بخشیدیم، گذراندیم روحانت شان و شاد و پر نور بگردان. بعدن بر روحانت چهار یار مبارک، اصحابای مبارک، گذشتگان اهل مجلس، علی‌الخصوص بالخصوص بر روحانت جناب معین صاحب بزرگوار عبدالتواب شمس که سابق معین وزارت مالیه بودن، پروردگار را بخشیدیم روحانتشان، بر روحانت جناب حاجی خواجه صاحب بزرگوار برسان، قبرشان منور به نور قرآن عظیم شان بگردان، دیدار خدا و دیدار حبیبت نصیبشان بگردان، بر پالویی که خفتن شمیم بهشت به مشامشان برسان. پروردگارا اله العالمین صبر جمیل بالای فامیل بازماندگانشان عنایت بفرما. جناب حاجی خواجه صاحب جناب عبدالتواب خان بزرگوار، پروردگارا اله راحتی خانه قبر برشان عنایت بفرما. یا اکرم الاکرمین، دوستای ما که زحمت کشیدن، پول فرستادن و تحایف کردن برای دوستای مستمند ما، پروردگارا سرفرازی و خیر عافیت با اعضای فامیل گرامیشان نصیب گشان بگردان. بزرگوارای ما که تشریف آوردن از اعضای فامیل، پروردگارا سرفرازی هر دو عالم برشان نصیب بگردان. پروردگارا صحت و سلامتی و خیر عافیت برشان عنایت بفرما. اعضای بنیاد مولانا در رأس جناب آیسای بزرگوار، آیسای فرید آریا و دیگر بزرگوارای ما که اینجا حضور دارن، آیسای سالی بزرگوار، عمری صاحب، آیسای فرج جان، عبید جان بزرگوار، زبی جان، ادریس جان، همگی دوستای ما که در اینجا تشریف آوردن، قدم رنجه کردن، پروردگارا جناب دکتر صاحب بزرگوارا همگی را سرفرازی و خیر و عافیت عنایت بفرما. پروردگارا که اینا کمر همت بستن و کمک میکنن، پروردگارا کمک ها را میرسانن، پروردگارا یک پل ارتباطی و کانال خیر هستن بر مردم، پروردگارا سرفرازی و خیر و عافیت برشان عنایت بفرما. حاضرین مجلس ما را سرفرازی و خیر و عافیت عنایت بفرما. حاجات و مشکلات و مقاصدات همگی را بالاوردی خیر بگردان. پروردگارا دست ما را به دامن نامردا دراز نگردان. یا اکرم الاکرمین، از خزانه های غیبی خودت بر ما عنایت بفرما. مریضای ما را شفا عنایت بفرما. بندیای ما را از بند و زندان خلاص بگردان. قرضدارای ما را از قرض و دینداری خلاص بگردان. مسافرای ما را در پناه و عصمت خود داشته باش. بزرگوارا و مسن صفیدا و برکت های ما را از ما نگیری، پروردگار بی‌نیاز. با حرمت کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله برحمتك يا ارحم الراحمين. ما شاء الله و قریشه بزرگوار، ما شاء الله، ما شاء الله، تبارک الله. خداوند اینا رو دعواشون و روزیشون برکت برتا همیشه لطف میکنن. اما محافل ما شما رو روزای توزیر بسیار زیاد به اصطلاح عالی میسازن. خداوند اینا رو خیر بده. بنیاد خیری مولانا جلال الدین محمد بلخی از 16 سال است که در کابل لطف خداوند فعال است. دولایات هم در طول همین 3 سال گذشته در واقعات سیلاب و زلزله و اینا فضل پروردگار فعالیت داشتیم. البته ما منیس یک پل ارتباط هستیم بین کمک کننده و کمک گیرنده. وظیفه ما اینمی است، تا حد توان اگر از خودم کوشش کردیم که سهم بگیریم.
کار ما رضاکارانه است. 1500 دلار بود که ما رو گرفتیم. یک بوجی آرد 50 کیلو میشه، 5 کیلو بوره، 5 لیتر روغن و 1 کیلو چای است در بستی غذایی که اینمی پول رکونا روان کردم. یک چیز مصارف سرش آمد که ما از طرف خود متقبل شدیم و برای شما آماده است. ان الحمد لله نحمده و نستعین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد رسول الله رحمت للعالمین و لا آله و صحبه الى یوم الدین و اما بعد. برادران مؤمن و خواهران مؤمنه، بهترین چیزی که به نیابت از متوفا نثار شما میکنم سلام مبارک و پاکیزه از جانب الله جل جلاله است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مرحوم الحاج خواجه عبدالتواب شمس که این جمع صمیمی و پاک در اینجا به مناسبت وفاتشان گرد آمده اند، در سال 1326 هجری شمسی در باقلی مردان کابل در سلسله خاندان خواجگان عباسی در جهان فانی پا نهادن و در سال 1403 هجری شمسی به مصداق آیه مبارکه بعد اعوذ بالله کل من علیها فان دایی اجل را ربیک و بر رحمت عق بیوستند. روحیه و شخصیت مؤمن و راستین خواجه عبدالتواب شمس را باید از آنانی که وی را از نزدیک می شناختند و وصفش را بیان می کنند شناخت. ایشان را یک انسان والا و مؤمن و متدین و صادق، صمیمی و مهربان توصیف می کنند که عمرش را در راه اعلای کلمت الله، خدمت به ملت و وطن و برپایی عدالت و محو ظلم و ستم و دادخواهی مظلومان از ستمکاران زمان با افتخار و تواضع و معصومیت و صفا و راستی سپری نمودند. در برابر مظلومان مهربان و دادخواه و در برابر ظالمان با صلاحیت و ایوبت بودند. زندگی مرحومی با قرآن و شریعت خلاصه می شد. متوفا در دوران حیاتشان، چه زمانی که متصدی در امور نظامی کشور بودند و چه زمانی که متصدی امور ملکی مملکت در ایته صلاحیت خیش بودند، مرتباً در جستجو و تلاش خدمت به خلق الله و عدالت بودند. زندگی او زمان مملو از امیدها و آرزوها و زمان پر از مخاطرات بود و در هر حالت امید به خلق الله را استدعا می کردند و استیلای روسان اسلام ستیز به مدت اضافه تر از 2 سال را در زندان سپری کردند. بعد از رهایی از زندان روسا و غلامانشان، عرصه ادامه زندگی برایشان در وطن عزیز غیر ممکن شد. به حکم جان نگاه کردن فرض است. مانند اضافه تر از 5 میلیون هموطن آواره و مهاجر از وطن به ترک وطن مجبور و مدت را در کنار مجاهدین رای الله جل جلاله او در پاکستان و دیار غرب سپری نمودند و در دوران جهاد ملت افغانستان در برابر قشون اشغالگر اسلام ستیز روس در حد توان سهم خود را در جهاد و آزادی وطن ایفا نمودند و بعدا همین طور به زندگی در مهاجرت و داخل وطن در راه اسلام را ادامه دادند تا اینکه کتاب عمرشان به امر الله جل جلاله او ختم شد. انا لله و انا الیه راجعون. بسم الله الرحمن الرحیم. در اخیر پروگرام توزیع مواد غذایی که از طرف فامیل محترم ولی جان پوپل ترتیب داده شده بود، به نمایندگی از خواجه صاحب الحاج محمد امین، برادر مرحوم حاجی عبدالتواب شمس، از ولی جان پوپل و فامیل محترمشان و از کارکنان محترم بنیاد خیریه جلال الدین محمد بنخی و از مسئولین
محترم هتل مروارید که در این امر خیریه سهیم شدن یک عالم اظهار سپاس و قدردانی میکنیم که به وجه احسن این پروگرام مواد غذایی را که از طرف شخصیت خیرندهش محترم ولی جان پوپل ترتیب داده شده بود خداوند کریم این خیرات صدقاتشان را قبول و مقبول درگاه خود بگرداند و اجر ثوابش در هر دو دارین نصیب خودشان و فامیل محترمشان بگرداند و خدا فیض و برکت را سر ولی جان پوپل و فامیل محترمشان نازل بفرماید که این قدر خواستند که روح مبارک حاجی عبدالتواب شمس را قدردانی کنند خدا در دنیا و آخرت قدردانی بکنشان و به همراه فامیل محترمشان با صحت و عافیت باشد و در اخیر بازم یک بار دیگر به نمایندگی از طرف حاجی صاحب خواجه صاحب محمد امین شمس برادر متوفا یک عالم سپاس و قدردانی میکنیم باون روح خواجه صاحب تواب شمس شاد داشته باشه و ثواب از این ختم و تلاوت و همین مواد که توضیح میشه که به شما داده میشه به روحانیتشان برسانه و از امیج از طرف شما از حاجی صاحب واصف جان از فامیل مرحومی از ولی جان پوپل که همی شرایط همی امروز که ما حساب همی محفل ما شما را برگزار کردن پول شروان کردن یا تشکری میکنم خداوند حسناتشان محاسبه بکنه پروردگار از همشان راضی باشه